تلویزیون مانی. بسی رنج بردم در این سارسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. دوستان گرامی، بینندگان عزیز، من مانی هستم، به شما درود میفرستم. این خنده که من دارم مال این هست که ما نیم ساعت در حال اجرای برنامه مون هستیم و من تازه دریافتم که اصلا ضبط نمی کنیم، داریم با خودمون صحبت میکنیم به خیال این که داریم ضبط میکنیم. و خب پیش میاد دیگه، آدم پاوستن که میذاره همینطوری. عرض کنم که ما امروز میخواییم درباره زبان پارسی صحبت کنیم در برنامه 11 پیمان مهر که کارشناسانی از تاجیکستان، ازبکستان و ایران درش هستن. امیدواریم در آینده نزدیک دوستان افغان هم که ما دنبالشون هستیم، افغانستانی ها رو پیدا کنیم و یا شما بینندگان کمک کنید اونها رو با ما در پیوند بگذارید که اونم تشریف بیارن در این برنامه هاشون. سرنوش زبان ما، سرگذشت زبان ما، سرگذشت زبان اونا هم هست. میخوایم در این باره صحبت کنیم که ما کشورهایی که از تمدن بزرگ ایرانی بوده ایم و هنوزم اون تمدن پشتوانه ماست و نگهدار ماست با هم دیگه، و ما از یک خانواده هستیم که جدای ناپذیر هستیم. جغرافیا میتونه ما رو تقسیم بکنه، ولی فرهنگی که هست، زبانی که هست، آیین و رسم و رسومی که داریم، تاریخ مشترکی که داریم، اینا ما رو با هم نگه داشتن. و امروز ما بیرون از قضیه سیاست و حکومت ها در این برنامه ها میکوشیم که تا جایی که ممکن هست ادبیات، زبان، آموزه ها و آموزش هامون رو در پیرامون زبان مشترک، یعنی زبان پارسی، به هم نزدیک کنیم تا بتونیم درک مشترک بهتری از یکدیگر داشته باشیم. و این همه گویش های محلی که ما داریم، شاید چند صد تا گویش محلی باشه که گاهی همدیگر رو در یک استان ممکنه در نیابند، اما وجود دارن و گنجینه غنی هستند درباره زبان. با اینها چه کار باید کرد و چگونه باید اینها رو به زبان معیار و استاندارد فارسی نزدیک کرد؟ این بحث ماست و ما از نو باید تکرار کنیم اون چرا که دور قبل گفتیم. هیچ چیز در بار دوم درست مثل بار اول نمیشه. جناب حاضر، خیلی خوش آمدید، با شما شروع کنیم. بله، درود بر شما استاد مانی گرامی و بر میهمانتون، میهمان عزیزتون، و بر بینندگان و شنوندگانتون در رادیو تلویزیون مانی. این مسائل کاملا پیش میاد، اینی که شما برای ضبط گفتید و بر خود منم چندین بار پیش اومده، اینا کاملا طبیعیه و مسئله نیست. درباره ای عرضم به حضور شما که درباره مسئله زبان پارسی که شما فرمودید و لهجه های گوناگون و گویش های گوناگون این زبان، باید خدمتون عرض بکنم که ما باید نگاهی بکنیم به تجربه زبانهای دیگر در همگرایی و یک دست شدن و همگن شدن و همانند شدن. من بهترین نمونه اون رو زبان انگلیسی میدونم، برای اینکه این زبان هم درش لهجه های بسیار گوناگونی وجود داره، در بریتانیا، در کانادا، آمریکا، استرالیا، نیوزلند و حتی انگلیسی که در هندوستان صحبت میشه، هر کدوم از اینها لهجه خاص خودش رو داره. اما سخنوران به زبان انگلیسی برای همگرایی و همانند کردن زبان، که شرط نخست برای درک همدیگر و کار مشترک و اقدام مشترک و رشد و گسترش اون پروسه انسانی هست، کارهایی رو که کردن، نخست خط یکسانی رو برای زبان انگلیسی در همه کشورها به کار می‌برن. این گام نخست است
و شرط لازم است، هرچند که شرط کافی نیست، اما شرط لازم برای همگرایی زبان است. و شما هیچگاه نمیتونید یک زبان رو به چند خط بنویسید. الان وضعیتی که ما در میان زبان پارسی که در ایران بدون سخن گفته میشود و در ایران و افغانستان از یک سو و در تاجیکستان که به خط سریلیک نوشته میشود، ما این رو نخستین گام باید طبیعتاً یکسان سازی خط باشه. اما این شرط به تنهایی کافی نیست، یعنی برای یکسان کردن و نزدیک به هم کردن لهجه ها ما باید رسانه بزرگ و فراگیری داشته باشیم که با لهجه معیار صحبت بکنه. در زبان انگلیسی لهجه معیاری رو که فرهنگستان زبان انگلیسی مشخص کرده رو بهش لهجه RP میگن، یا Received Pronunciation. این لهجه معیار است که تمام رسانه های بزرگ در تمام کشورهای انگلیسی زبان به لهجه معیار صحبت میکنن. پس ما چنین اقدامی رو هم به عنوان گام دوم در همگرایی زبانی در ایران، افغانستان و تاجیکستان آینده باید در نظر داشته باشیم. نکته دیگری که باید خدمت شما عرض بکنم، افزون بر خط و افزون بر رسانه مشترک، مرکزی است برای تولیدات سینمایی با لهجه معیار، مثلا مانند فیلم های سینمایی، سریال ها، فیلم های مستند علمی، مستند تاریخی، تحقیقی و غیره، پژوهشی و غیره، باید مرکزی باشد. مثل این مرکز برای مثال در برای نمونه در زبان انگلیسی اکنون تبدیل به هالیوود شده و هالیوود مرکزی است برای تولید فیلم های سینمایی برای زبان انگلیسی با لهجه تقریبا معیار. بنابراین ما این سه گام رو به عنوان سه گام اساسی باید برای همگرایی زبانی از نظر من اون رو برداریم و البته زمان میخواهد، هیچگاه همه لهجه ها یکسان نخواهند شد، این چیز بدی هم نیست. البته من باز عرض میکنم تنوع لهجه ها بد نیست و تنوع لهجه ها در واقع باعث غنای زبان هم هست. یعنی شما با عرضم به حضور شما که لهجه های گوناگون داشتن رو زبان پارسی رو ها غنی هم می کنند. اما در کنار چنین غنایی، از اونجایی که اصل باید بر درک باشه، تفاهم باشه، برای این باشد که اگر یک نفر در ایران فرض بکنید در دوره کارشناسی تحصیل کرد، راحت بتواند در دوره کارشناسی ارشد برود در تاجیکستان یا در سمرقند یا در بخارا یا در شهرهای دیگر تمدن بزرگ ایران زمین، در واقع به راحتی تحصیل بکنه و یا تدریس بکنه. برای چنین کاری ما طبیعتاً باید لهجه معیار، والا اون چیزی که تو انگلیسی بهش RP میگن رو، یا Received Pronunciation رو داشته باشیم و خط یکسان باید داشته باشیم و رسانه ها و تولیدات سینمایی و در واقع فیلم های مستند و داستانی و سریال ها و غیره یکسان داشته باشیم. و بعد اینها تازه درون زبان پارسی هست، یعنی درون زبانی هست که ما اون رو یکی از زبانهای ایرانی میدانیم و مهمترین البته زبان تمدن ایرانی ما اون رو میدونیم، زبانی که غنای ادبی داره و کتابهای مهم تمدن ایرانی به اون نوشته شده. ما در کنار زبان پارسی و کنار لهجه های زبان پارسی، ما زبانهای دیگر ایرانی رو هم داریم که اینها زبانن، فقط لهجه نیستن. یعنی دستور زبانشون هم بجز تلفظشون
فرق میکنه. نمونه های این ماننده فرض کنید که گیلکی، مازندرانی، بلوچی یا کردی هست. اینها زبان های ایرانی هستند یا حتی سغدی در واقع، و این زبان ها در حوزه خودشون و در محل خودشون میتوانند وجود داشته باشن. چه اینکه برای مثال شما اگر الان در بریتانیا بروید، زبان ولش در ولز و زبان اسکاتلند، اسکاتیش در اسکاتلند در واقع وجود داره، و زبان آیریش فرض کنید در ایرلند شمالی وجود داره. این زبان ها در کنار زبان انگلیسی در بریتانیا وجود داره. طبیعتاً زبان رسمی، زبان آموزش و پرورش برای همگرایی و یکسان کردن این مردمان انگلیسی است، اما به هر حال بخشی است از زبان‌های دیگر در هر کشوری، بخشی است از میراث فرهنگی اون کشور، و اینها رو هم مثل در واقع رسم‌ها و جشن‌های فولکلور باید زیبا هست و باید اینها حفظ بشه. ولی طبیعتاً اینها پتانسیل همگرایی ندارن، اما پتانسیل این رو دارن که شما می توانید از اینها واژگان رو وام بگیرید. برای مثال ما واژگانی داریم در زبان فارسی که اینها عربی هستن، و عرضم به حضور شما که ما اینها رو می توانیم با وام گیری از زبانهای دیگر ایرانی یا از لهجه های دیگر زبان پارسی ما اونها رو به کار بریم. مثلا مدخل در زبان پارسی ما که به کار میره، در زبان تاجیکی بهش میگویند برآمدگاه. این واژه تاجیکی که در تاجیکستان به کار میره اتفاقا ایرانی تر است از اون چیزی که در زبان پارسی ما در ایران به کار میره. بنابراین میتوانیم این برآمدگاه رو فرض کنید وام بگیریم و از اون استفاده بکنیم، یا میتوانیم واژه ساروک رو که مثلا به مفهوم آقا یا رئیس به کار میره رو در زبان پارسی از زبان کردی وام بگیریم و اون رو به کار بریم، چون در زبان پارسی هم از همون ریشه سر می آید و ریشه داره، و همونی که در زبان انگلیسی هم به اون سر میگن. بنابراین ما در واقع زمینه های گوناگونی داریم، و این گونگونی از یک سو باعث غنا هست، این واژگان این زبان ها و این لهجه های ایرانی رو می شود استفاده کرد برای غنای زبان و لهجه معیار پارسی، و از سوی دیگه باید توجه داشته باشیم که ما نیاز به برداشتن سه گام اساسی برای همگرایی داریم، وگرنه آنچه که به مرور زمان رخ خواهد داد گسست ما از هم میشه، جدا شدن تاجیکستان، افغانستان و ایران از هم روز به روز خواهد شد، و 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، من نمیدونم 500 سال دیگه امکان داره که شرایطی پیش بیاد که ما اصلا همدیگه رو درک نکنیم، یعنی یک سری زبان جدیدی به وجود بیاد با واژگان جدیدی. فرض بفرمایید در افغانستان زبان پارسی یا دری رو بیان اونجا با زبان فرض بکنید پشتو یا زبان اردو پاکستانی. الان پروژه‌ای که متاسفانه در افغانستان وجود داره این است که با زبان اردو دارن زبان دری رو از بین میبرن، مخصوصا الان که افغانستان زیر تسلط متاسفانه پاکستان رفته، زبان دری یا پارسی داره اونجا اهمیتش کم میشه و کلمات اردو کم کم داره وارد زبان پارسی اونجا میشه. از یک سو در تاجیکستان با ورود واژگان روسی به زبان تاجیکی یا زبان همون پارسی که اونجا بهش تاجیکی میگن، باعث این میشود که ما شاید اگر این روند ادامه داشته باشه همین گونه ما دچار در واقع عدم درک همدیگر بشویم، و در ایران هم که خب جمهوری اسلامی
به عمد و فرهنگستان زبان فارسی به عمد واژگان عربی رو وارد زبان پارسی میکنه تا زبان پارسی رو فارسی کنه و عربیزه بکنه و معرب بکنه. بنابراین اگر ما یک ساختاری رو که دست این گام اولش هم میتواند سازمانهای مردم نهاد باشه، چون ما که قدرتی نداریم، قدرت سیاسی نداریم، ما میتوانیم سازمان مردم نهادی تأسیس کنیم، NGOی یا Non-Governmental Organizationی تأسیس بکنیم که در اون افراد و کارشناسان هم از ایران، هم از افغانستان، هم از تاجیکستان و هم از دیگر سرزمین‌های ایرانی در اونجا حضور داشته باشند و این سازمان غیر دولتی یا NGO گام نخست برای همگرایی رو برداره و بعد کم کم این سه گام رو برداره، یعنی برای خط پیشنهاد بدهد، برای رسانه مشترک با لهجه معیار ایجاد بکند و کم کم دست به تولید فیلم‌های مستند یا فیلم‌های در واقع سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی با لهجه معیار بزنه و این سازمان مردم نهاد بعداً با قوی شدن امید باید داشته باشیم که در آینده بتواند تأثیر بگذارد بر وزارت خانه های فرهنگ و آموزش در تاجیکستان، افغانستان و ایران. سپاسگزارم. به این موضوعی که اشاره کردید من خیلی اندیشیدم و خیلی خوشحال شدم که شما ازش اینجا سخن گفتید و راه رو باز کردید که من چند تا جمله بگم، و اون این که ضرورت ایجاد کارگاه‌های گوناگونی پیرامون همین اندیشه که شما بیان کردید هست، به گونه ای که مثلا کارگاهی از اهل داستان نویسی برای کودکان، برنامه سازی برای کودکان در این سه کشور درست بشه، اینا اول با هم مشورت کنن، با هم آشنا بشن، با هم سخن بگویند، خودشون با هم نزدیک بشن و بعد ایدهی پیاده کنن که خیلی خوب ما بیایم یک سری داستان بنویسیم برای بچه ها به زبان فارسی بدور از تأثیرات یا تبلیغات غیر مستقیم و پنهان دینی یا سیاسی. اینطور نباشه که از همون اول طرف بیاد بگه خب پس داستان شروع کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند فلان، بعد دوباره سر از همین جهنمی که هست در بیاریم. کاملا خونسا فقط محور باید تربیت، آموزش و مسئله زبان باشه و کارگاهی مثلا برای داستان نویسی جوانان، شاعران جوان، کارگاهی برای اهل فلسفه. اگر دوستانی که صدای ما رو میشنوند راه افتادن که چنین کاری بکنن، باید بهشون گفت که سازندگان دنیای آینده فرهنگ ایران بزرگ و تمدن ایرانی خواهند بود. امیدوارم که این کار رو انجام بدن. حالا ما در برنامه‌های پسین، برنامه‌های بعدی باز بیشتر این موضوع رو باز می‌کنیم. خب من میرم خدمت آقای حکیم ربیع‌پور. آقای ربیع‌پور تاجیکن، شهروند ازبکستانن و الان در آمریکا زندگی میکنن، یه چهره بین المللی هستن. اگر اشتباه میکنم شما میتونید تصحیح کنید. من بهشون خوش آمد میگم و واقعا کمک هم میکنه به اینکه این برنامه ها پا بگیره. ما دوستان دیگه هم دعوت کرده بودیم که نتونستن بیان، یکیشون همین الان در دانشگاه داره درس میده، اون که به اصطلاح برای یک ماموریت فرهنگی از شهر خودش رفته جای دیگه، دسترسی به اینترنت درستابی نداره. باری آقای حکیم‌پور، شما ربیع‌پور، شما برنامه رو شنیدید و من دوست دارم که شما بگید به نظر شما چه باید بکن. درود به شنوندگان و بینندگان رادیو مانی، درود به شما آقای مانی که خیلی شادم که به زوخ کردیم با این
بحث زبانی ناو فارسی که همه ما دارن زندگی میکنن در این محیط. بحث لهجه ها اصلا لهجه ها خیلی شیرین هست. زبان ملی اساسا از همین لهجه های گرفته میشود. مثلا لهجه سمرقندی و بخاری در این که هزار ساله ها این دوام کرد یکسان نبودیم. لهجه ها با گذشت زمان که ما زیر نفوذ دیگر دولت بودیم، یا ترکان یا مغولان یا روس های، لهجه های سمرقند هم دیگرگون شد، خصوصا بعد از آنه که روسیه پادشاه آمد و بعد از آنه که در دوره اتحاد شوروی لغتی خط ما دیگر شد، از خط تا خط همون کریل شدن همه ما با اجدادای ما با خط ناب پارسی میخوندن گرچه لهجه بود، همون با این زبان خواندگی شخصیت ها انسان ها به مالا با مثلا ایرانیان و افغانستان هم صحبت شده، فکرشون نگفته، فکرشون فهمیده میتوانستن. حالا گیریم در تاجیکستان، در ازبکستان، خیر از زبان تاجیکی فارسی اونجا در پامیر یکچند زبان ها هست بدخشان، و زبانی آقای خان گفتن ادازا که زبانی سغدی که یک در یک محلی یغنا به تاجیکستان باقی مانده که نزدیک به زبانی یغنا هست. ولی در خودی کشوری ما هم که ما زندگی من سمرقند و بخارا و دیگر ولایت‌های فرغانه یا قشقدریا و سرخاندریا گویش ها فرق میکنن ما بین یک دیگر هستن. در خود تاجیکستان هم همین. ولی بعد اون که خط ما دیگر شد کلی شد، در اون وقت استاد عینی یک لغت تاجیکی، زبان تاجیکی هست گویه میشود که آفریدن هست با گروه تیواتی. در اونجا ساده نویسی بسیار بود، کلمه عربی کم بودن. این در برنامه وزارت معارف تاجیکستان داخل شد و سر کردن از کتابهای خانیش، ادبیات، زبان مادریه در تمام تاجیکانه که دیگر جمهورهای ازبکستان در سمرقند بخوردن با برنامه همین ایجاد کرده وزارت فرهنگ تاجیکستان میخوندن. آنهایی که گرچند لحظه داشتن با این زبان میخوندن به ملال بانی یک دیگر تاجیکستانی، مثلا ازبکستانی، سمرقند بخوری یا در جنوب قزاقستان گفتگو میکردن. این از یک جهت خوب بود که میفهمیدن و برنامه های تلویزیون تاجیکستان به ملال که به زبان تاجیکی خونده باشه در ازبکستان اینا میفهمیدن. لیکن بعد از آن که این جمهوری ها علایده شدن و برنامه ها دیگر شد در سینف های و مکتب های تاجیکی در ازبکستان بسته شد، مشکلی پیش آمد. حالا تلویزیون تاجیکستان هم کلمه های لهجوی بیشتر خود بفهمند و خصوصا لهجه فارسی تهرانی ها بیمدر آدمانه که شخصیت هایی که هم ملت های مانه که در زبان ازبکی روسی خوندن فهمیدنش هم مشکل است. حتی اون تاجیکانی که با تاجیکی خوندن فهمیدنش هم مشکل است، نفهمند، نه همه کلمات و نه همه جمله رو میفهمند. خودی من این احساس میکنم. برای این چیکار کردن نکار من هم طرف های اون که برنامه ریز شدیم گروه های مخصوص که شنجا گفته گذاشتون برنامه فیلم نامه ها دستور های کتابت شود، از وای شود، خود کتابت شود و خصوصا تلویزیون شود که مردم از تلویزیون رادیو بیشتر هر روز دو سه کلمه آموزد بیشتر میاموزد. ولی اینجا برای آموختن حروفات یکسان شوی، لهجه ها یک شوی، لهجه ها البته لهجه ها باقی نمونند، کسی که با تاجیکی مثلا خوند
مثلا با فارسی خوان زبانی عمومی باشد. ما که یک سان شاییم، ما که در یک جا شاییم، ایران، افغانستان، کمر خان بغداد در زیر سرحد نه، برای فرهنگ و یا باقی مانده که ما نمیگیم که ما یک شاییم و سرحد ها یک شاییم، ما جداش شاییم، این گفت ها نیست. مثلا فقط ما نگه داشتنی زبان، فرهنگ و عرف و عادت در نظر داریم. البته ما برنامه همین تلویزیون، تلویزیون، رادیو و گروه ها در کل مثلا 785 در ما گروه زبان فارسی با وجود آمد. این آقای داریوش رجبیان محرر رادیوی تلویزیون بی بی سی حاضر کار میکنن، آقای نفر عبدالله، آقای اسفندیار، اسفندیار در خیلی مردم اومد زبان فارسی را به نظره گروهی ما در گروهی دنیای فارسی داریم و تاریخ تاجیک فارسی در اینجا درسی زبان فارسی را با حروفات فارسی ماندن خیلی آدم های آموستن که اینا این دوام باشد. یک این چیز ما نمون یک کنار گذاریم نمیشود. برای همین منم میخواستم که اولا این دولت میران ما کمی این کار کنند که تلویزیون مشترک شدند شدن برای سه جمهوری که سمرقند و بخارا هم اینا میبینند. همه خیلی نیتشان بود که در وقت رئیس جمهوری احمد نژاد رحمان و آقای کرده تلویزیون نوروز را کشوری بان که من این چیز خواهد بود خیلی مساعدت میکرد برای نگهداری زبان فارسی. ولی نمیدونم با چی وای باشه اونجا با پشتونیزم این افغانستانی با این اخوندی شیعه مذهبی ایران این برگزار نشد در همین گپ و دسترمان. اینا اگر متوجه میشون ایران مثلا اونجا اون جایی که شیعه هست همونجا سرمایه گذاری میکنن، همونجا رو آور میکنن. مثلا در افغانستان پشتونیزم که چشم دیدن فارسی ندارن و کلمه زبان از زبان پشتونیزم کرده بیشن، در ما که تمام مکتب و سینفا بسته شد خرید هیچ چی نماند از بین برداشتنی میشود. این مشکلات برای حلش کوشش کردن در کار ما با همین حاضر چه هستی من با سوال باشده کرد خیلی سپاسگزارم. من پرسشم دارم از شما. از یغناب نام بردید، این یک دهکده است در شرق تاجیکستان، من فکر می‌کنم که اونجا باشه و رابطش با تاجیکستان و اینها زیاد نزدیک نیست. در زمستان که اصلا قطع روابط به علت برف و بارون و نبودن وسایل. گفته می‌شود که زبانی که به نام زبان یغناوی مورد استفاده قرار میگیره توسط همون مردم در اونجا، این بازمانده زبان پارتیان یا اشکانیان ایران هست. اگر واقعا چنین باشه میشود گفت که این عظیمترین گنجیست که در اون دره یغناب برای ما باقی مونده و تا دیر نشده باید مسئولین فرهنگی و عاشقان فرهنگ ایران و زبان ایرانی در تاجیکستان تمامی واژه‌های اینها رو با گویش خود مردمانش ضبط کنن نگه دارن و در آموزشگاه‌ها اینها رو به درس و بحث بگذارن. آیا شما اطلاع دارید که آیا این زبان اهل یغناب واقعا دنباله یا بقایای زبان پارتیان و اشکانیان هست؟ بله، این زبان و لهجه و این زبان و همون سردی نوک نباشدن یک قسمی سردی بود. این زبانی سردی باقی ماند اونجا در یغناب، این در وادی زرفشان، بالاگاهی زرفشان که از سمرقند زیادتر بوده، 200 کیلومتر بوده از سمرقند و پنجکنت در نوحه عینی وابسته است. مسجد یغناب بگم اینجا باقی مانده. بله، همون باقی ماندگی اشکانیانو و از همین سخده که فارسی زبانی یک بودن کمی فرقی داشتن از یک ریشه بودن.
افسوس هم که در یغماب زبان هم نمیدن اینا. اینا خودی مردم بین خود گرم میدنن کتاب خانیش این چیزی ها نیست. آلمان بودن آلمان خارجی از آلمان از روسیه از بین خود تاجیکان سخت شناس این زبان شناس نبودن که حالا یکی دو پیدا شدن پژوهش کرده کتاب نوشتن بعضی تاریخ این زبان این ملت نوشتن کمه کمه ارتباط دارم که از طریق دولت دستگیر نیست از طریق دولت برنامه نیست بگن میکن نمکنن برنامه اینان برنامه شده گشتن خود برای روشت باقی ماندن این میشه زبانه پامری هم همون خود ارتباط نمیتین خودی همون پامری ها خودی بدخشانی ها خودی همون یغنابا اینا کمی بیش بین هم صحبت کردن آنهایی که در دیگر جا کش بستن و یا کمی از جا براوستن مثلا در وادی در اینها را یک کش بستن در شمال همون ولایت خوجند یک محلی اونجا یک نادو هست اونجا اینا واسه از زبان از جا براوستن در حالت ناگوار هست کمک آلمان و کمک دولت در کار دستگیری کردن در کار مقصد گنجینه هست این گنجینه باید ما دست نگاه داریم سپاسگزارم. در زمستان راه نیست اینجا رابطه خیلی مشکل است راهی خوش ندارد مردم در اذیت هم اونجا بله یک دنیا سپاسگزارم. صدای دوستان دیگری در خانه شما میاد و میپیچه توی استودیو لطفاً میکروفونتون رو ببندید. بله اینجا من در کار هستم. سر کار هست بله. خیلی خوب جناب حاضری گرامی سخنان دوست گرامیمون آقای ربیع‌پور رو هم که شنیدید ما با سخنان شما به پایان میریم در این برنامه. بله عرضم به حضور شما که میشه لطف کنید بفرمایید چند دقیقه ما وقت داریم یعنی من چند دقیقه میتونم 6-7 دقیقه اگر کمتر اومد شما میتونید 2-3 دقیقه هم اضافه کنید بعد من در پایان از آقای ربیع‌پور هم میپرسم اگر سخنی داشتن 2-3 دقیقه بیان کنن. بله من فقط در ادامه و تکمیل گفته های آقای ربیع‌پور باید این رو عرض بکنم و در ادامه پرسش شما در واقع باید این رو عرض کنم که زبان سغدی چون خودتون میدونید که من به اون منطقه سالها موقعی که تحصیل میکردم در تابستونها و همچنین در پاییز یعنی اواخر تابستون اوائل پاییز و همچنین در بهاره دوتا کاوشای بهاره و پاییزه با استادم پروفسور ویکتور ایوانوویچ ساریانی دی اونجا میرفتیم و حالا هم در مرو در ترکمنستان و هم در منطقه بدخشان در مناطق تاجیکستان و ازبکستان و حتی گهگاهی در جنوب قزاقستان از تمدن از حوزه باستانشناسی BMAC یعنی باکتریا مرگیان آرکیولوژیکال کامپلکس تا حوزه تمدن در واقع یاز در نزدیکی ایران و تا تمدن نسا که پایتخت اشکانیان اصلا بوده در ترکمنستان الان هستش و همچنین در واقع تا منطقه سغد باستان رو می رفتیم. این پرسشی که شما پرسیدید بعد من به شما عرض کنم که بله در واقع زبان سغدی این زبان پارسی نیست، این زبان پارسی باستان است، این زبانی است که اشکانیان و مانویان به اون می نوشتند یعنی متنهای مانوی که در تورفان چین در آغاز سده بیستم پیدا شد به زبان سغدی بوده، یعنی همین زبانی که امروزه در منطقه یغناب اون سخن میگن و این من زبان رو که فکر میکردن مرده این زبان نمرده، این زبان زنده هست و اکنون در منطقه یغناب به اون صحبت میشه. علاوه بر اون شما
در تاجیکستان که تشریف ببرید، اصلا در همون آثارخانه ملی دوشنبه که آثارخانه منظورشون موزه هست به زبان یعنی به لهجه تاجیکی بهش آثارخانه میگن، همون موزه در واقع ملی تاجیکستان که برید، در اونجا شما آثار مانوی و آثار میترایی و آثار بودایی میبینید که تمام اینها نشون میده که اون منطقه و اون حوزه که امروزه تاجیکستان نامیده میشه کاملا منطقه اشکانی بوده که پس از اون و مدت‌های زیادی مانویانی که از دست و در واقع آزارهای مذهبی ساسانیان به سطوح آمده بودند به اون منطقه فرار میکردند و چون اون منطقه منطقه کوهستانی است، اون منطقه بام آسیا هست، اون منطقه پامیر هست و در واقع به اون منطقه فرار میکردند تا از دست حکومت ساسانی در امان باشند. برای همین هم هست که متن‌های بسیار زیادی به زبان سغدی که این متن‌ها مانوی هست، زبان سغدی است اما محتوا متون در واقع آیینی مانوی هست و تقویم‌ها و گاه شماری‌های مانوی هست در تورفان به وجود اومد و این و در این تورفان هم که میدونید درست است در چین است اما در اون بخشی از چین است که سغدی زبان و حتی بخشیش تاجیک زبان یعنی همون پارسی زبانه در واقع. بنابراین اینها نزدیک به هم هست اون منطقه جغرافیایی شما ببینید. اون منطقه منطقه بسیار نابی است و چون کوههای بسیار بلندی داره، یعنی کوهاش سر به فلک کشیده و بسیار بلنده، خوشبختانه هم آن زبان باقی مانده، هم تندیس‌های مانوی باقی مونده، هم تندیس‌های بودایی باقی مانده، هم متن‌های مانوی باقی مونده به زبان سغدی و هم تندیس میترا در واقع در اونجا برای نخستین بار در حوزه تمدن ایرانی من تندیس سالم میترا رو در آثارخانه ملی دوشنبه در واقع دیدم، در صورتی که شما میدونید که بیشتر تندیس های میترا الان در موزه واتیکان هست، یعنی موزه‌ای که در یکی از غنی‌ترین موزه های جهان هست و در روم در ایتالیا هست، اما در حوزه تمدن ایرانی باقی مانده و اونجا و در اون منطقه ویژه بسیار باقی مونده. اون منطقه زرتشتی نبودند، یعنی زرتشتی هم که منظور من هست در واقع بهدینی زمان ساسانی است، نبودند. در اون منطقه شما آثار مانوی رو میبینید که در متون سغدی باقی مونده، آثار میترایی و رو میبینید و آثار بودایی از جمله تندیس عظیم بودا رو میبینید که در آثارخانه ملی دوشنبه هم هست و حوزه های فراوان باستانشناسی که استاد من که ایشون از باستانشناسان برجسته جهان بودند، یعنی ایشون خودشون کاشف یک حوزه باستانشناسی بودند به اسم BMAC که یک سرش به بلخ در شمال افغانستان میرفت و یک سرش به تاجیکستان و ترکمنستان میرفت، همون در واقع منطقه پارت باستان هست. ایشون میگفت که من 30 سال است در این منطقه کاوش کردم و در این 30 سال که البته تا اون لحظه که با ایشون آشنا شدیم 10 سالش هم بعد با من بود، 40 سال اونجا کاوش شد و در این 40 سال ایشون میگفت ما 3% یا 4% از اون چیزی که در زیر خاک هست و اون آثار هنری، مجسمه ها، تندیس ها، کتیبه ها، آتشگاه ها، نه آتشکده های بهدینی بلکه آتشگاه های میترایی و که حتی اینا معماریش هم فرق داشت رو ما حتی 3 یا 4% اون رو هم نتونستیم بیرون بیاریم. من این رو فقط به عنوان یک توضیح حاشیه‌ای در واقع عرض کردم که این رو
بدونیم که اون منطقه تاریخ بسیار غنی داره. اما موضوع مسئله که مسئله بحث ما که مسئله زبان و لهجه ها هست، باید عرض کنم که همونطور که فقط با آقای ربین‌پور عرض میکنم که هدف ما این نبود که ما همه لهجه ها رو بخوایم از بین ببریم. نه، لهجه ها رو نباید از بین برد و حتی باقی موندن اونها به غنای فرهنگی کمک میکنه. هدف این است که ما باید لهجه معیار داشته باشیم و اینو شما با هر زبانشناسی وقتی صحبت بکنید، مثلا در زبان انگلیسی لهجه معیار رو زبانشناسان انگلیسی بهش received pronunciation یا RP میگن. این لهجه لهجه است که تمام اخبار، رسانه ها، شبکه های بزرگ تلویزیونی، فیلم های سینمایی، سریال ها و فیلم های مستند به اون ساخته میشه. این به این مفهوم نیست که لهجه های محلی وجود نداره، ولی شما همون گونه که باید خط یکسانی برای همگرایی داشته باشید، باید لهجه معیار هم داشته باشید. این چیزی است که در کشورهای غربی به سالهاست که وجود داره. اما این به مفهوم این نیست که شما لهجه های دیگر از بین ببرید. اونها رو اصلا نمیشه از بین برد. اونها به صورت موازی در کنار لهجه معیار زندگی خواهند کرد. مثلا الان در استرالیا در کنار لهجه معیاری که در رسانه ها صحبت میشه، یک لهجه استرالیایی به اسم اوزی انگلیش که انگلیسی استرالیایی هم هست، در برخی شهرها و شهرهای کوچک و در واقع کوچه خیابون هم صحبت میشه، اونم وجود داره و این در کنار همه. اما در دانشگاه ها، در رسانه ها، در مراکز دولتی ما به لهجه معیار صحبت میکنیم. این رو من فقط این رو عرض کردم که یک وقت سوء تفاهم نشه که ما بخوایم چیزی رو از بین ببریم. نه، هر لهجه جزئی است از میراث فرهنگی و باید وجود داشته باشه و اینها اتفاقا باید نگه داشته بشه و پاس داشته بشه. این عرضه بنده بود که خواستم عرض کنم. خیلی خوب، سپاسگزارم. جناب ربین‌پور شما سخنی دارید؟ نه، همیشه گفتم تنها من لهجه برکنار نگفتم میراث ما، ولی یک زبان معیار منظوری منم همین بود که آقای فاضلی گفتن. بسیار سپاس و تشکر به شنوندگان بینندگان که تا دفعه آینده منتظر دستان آن خیلی میبین با موضوع و چکر زنده باشید. سپاس فراوان از شما و از بینندگان گرامی. امیدوارم شما بینندگان و شنوندگان این برنامه هم به ما کمک کنید که یاران کارشناس در زمینه زبان، تاریخ، ادبیات و پیشینه مشترکمون تشریف بیارن اینجا و نظراتشون رو با دیگران در میان بگذارند. شاید اگر شما رو ما زیاد شد به هم نزدیک شدیم، بتوانیم اون کارگاه های موازی ادبیات کودکان، ادبیات برای بزرگسالان، مسئله زبان، مسئله خط و خیلی چیزها رو هم آرام آرام درست بکنیم. یعنی خود این دوستان بیان و درست بکنن و یک پایه درستی بگذارن برای اینکه از اون پایه، از اون مکان، از اون جایگاه ما به سوی همگرایی بیشتر حرکت کنیم. شادکام باشید و بدرود تا درودی دیگر. بسی رنج بردم در این سارسی، عجم زنده کردم بدین پارسی، پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. رادیو و تلویزیون مانی